یک شرکت فرانسوی که طی 20 سال اخیر به بزرگترین صاحب برندهای مهم کالاهای مصرفی لوکس جهان تبدیل شده، قصد دارد فروشگاه افسانه‌ای تیفانی نیویورک را به مجموعه خود اضافه کند. بهنام ناطقی از نیویورک گزارش می‌دهد. بهنام، خب ببین، یکی از برندهایی که در مجموعه لوی ویتان موئت هنسی قرار داره، برند جواهرسازی بلگاری هست که مغازش در خیابون پنجم نیویورک درست روبروی مغازه تیفانی قرار داره که حالا لوی ویتان میخواد بخره. امروز دوشنبه یک منبع آگاه لوی ویتان موئت هنسی اعلام کرد که $120 پیشنهاد کردن برای قیمت هر سهم تیفانی، که الان قیمت هر سهمش $98.55 هست، یعنی یه ارزش گذاری خیلی بالا. این تصاویر خط تولید از داخل یکی از کارگاه‌های تولید کیف‌های لوی ویتان نشون میده که این کیف‌های چند هزار دلاری رو میدوزن، کیف‌های سوداوری که درآمد اونها به صاحب لوی ویتان یعنی آقای برنار آرنو کمک کرد که در از سال 1987 شروع کنه به خرید شرکت‌های دیگه. اولین شرکتی که خرید موئت هنسی سازنده شامپاین و کنیاک بود. لوی ویتان و موئت هنسی که مجموعه رو تشکیل دادن، الان یک نقدینگی خیلی انبوهی در خزانه دارن و به گفته این منبع آگاه پیشنهاد خرید تیفانی رو اوایل ماه اکتبر ارائه داده بودن. تیفانی که با احتساب قیمت سهمی $120 $14 میلیارد ارزش گذاری شده، در واقع گرونترین مؤسسه خواهد بود که آقای آرنو اینجا دیدیم در کنار ریانا میخواد بخره یا خواهد خرید، گرونترین مؤسسه خواهد بود که میخواد اضافه کنه به این برندهای تجملی دیگه‌ای که در اختیار داره. برای هر سهم شرکت لوی ویتان در ماه جولای $1 بالا رفت و به بالاترین سطح خود در تاریخ رسید، که نشون میده سهامداران آینده خوبی برای این صاحب گرانترین برندهای لاکچری جهان پیش بینی میکنن. این برندها رقیب هم هستن، ولی هر کدومشون در رقابت موفق بشن سودش به جیب آقای آرنو میره. برندهای مشهوری مثل تگ هازر، زنیت، چه می‌دونم کریستیان دیور، فندی، سلین، هر برندهای بسیار بزرگی در مجموعه لوی ویتان قرار دارن که اسمشون خیلی زیاده، از جمله مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای سافورا که لوازم آرایش می‌فروشه. منابع آگاه در نیویورک به خبرگزاری رویتر گفتن که تیفانی یه دونه یا چند مشاور استخدام کرده که این پیشنهاد رو بررسی کنه، اما هنوز جوابی نیامده. تیفانی این روزها از فروشش کاسته شده به خاطر اینکه توریست‌های چینی کمتری به آمریکا میان و تعداد کمتری به فروشگاه تیفانی سر می‌زنن برای خریدهای چند هزار دلاری.